خوابی؟ پس بگی بخواب، خواستم به تخمه بدم ولی خواب واجب داره. بگی بخواب بابا. عجب هوایی آقا تو خمان نه متشکرم. بخواب آقا تو تعارف میکنی بفرمام. خیلی میگم که عجب هوایی گرمی. بله خیلی گرم. انگاری از آسمون آتیش میباره، ولی هرچی باشه بهتر از آبادانه. شما هم از آبادان میان. بله بله بله. عجب روزگاریه پسر. توی آبادان که بودم 2300 تومن پول داشتم، از جیبمون زدم. شما باز خیلی مواظب باشین که کسی کیف پولتونه نزنه. کسی جرأتش نداره. اون که بله که جرأتش پیدا میکنه، ولی کسی که بخواد چی به یکی بزنه نمیاد که بهش بگه یواشکی کارش میسازه مثل ما. خب با عزتون میگم که حالا که با هم رفیق شدیم یه خود دیگه تخمه بخور. بفرما. نه متشکرم همون کافی. آخه آقا تو رو خب پولش خواهد دادی بخور. میگم نکنه یارو خودش چی به ما رو زده باشه. تاکسی تاکسی لطفا این بغل وایسی. نوکرت هم داداش 100 تومن شابا بپر بالا. الکی خدا عمرت بده داداش، اشرا تاکسی تو بفروشی جاش یه دونه تایره بخری. شما از بچگی اینقدر ولخرج بودی آقا. من از وقتی که یادمه همین قدی بودم رفیق. از اون گذشته مال دنیا که ارزش این حرفا رو نداره. مهم نیست 3-4 تومن شما از ما اضافه بگیری آخه با کجای دنیا برمیخوره. تو رو خدا اینجوری بریدو به پاش نکن داداش، تاکسی چپ میشه وا. نه ترس، خودم یه دونه نوش واسط میخورم. این که چیزی نداره بنده خدا، اما گیداتره. ای آقا. بله. اون تو چیزی پیدا نمیکنی؟ اون خالیه، بیا این تو رو بگرد. بیا دست من این تو چی کار میکنه؟ میبینی آقا بعضی ها به چششون اعتماد میکنن، ما دستمون میخواد کار دستمون بده. چی بابا؟ اگه خیلی ازش دلخوری بسپرش دست ساتور قصابی. خیلی باحالی رفی. به خدا اگه یه بزرگتر مثل شما بالا سر ما بودا الان واسه خودمون شده بودیم یه شوفر تاکسی و همه یه ترونم دنبالمون میدویدن. من این آقا درسته. بینم شما بچه شهرسونی؟ آره مال شما. نه آره لابد اومدی ترون و مهندس بشی. آره اومدم برم دانشگاه. ازت معلومه. اتفاقا منم خیلی دلم میخواد برم دانشگاه، منتها یه اشکال کوچیک تو کارمه که نمیشه. چه اشکالی؟ آخه من سواد ندارم. ببینم اینجا فک فامیل داری؟ نه میخوام برم مسافر خونه یا اتاق پیدا کنم. پس بگو خود تو یعنی چی؟ یعنی که خیلی شانس بردی. من واسه اتاق خالی سراخ دارم، خونه یکی از فامیلا. یعنی فامیل که نه، یه زمانی شوهر ننم بوده، منتها سیغشون که تموم میشه ها مادرم زن یه دونه عرب میشه میره کویت. ولی چش این یارو هنوز دنبالشه، مرد باحالیه، از ما بدش نمیاد. شاید یه اتاقش واسه توت کرده. آره. ببینم چرا میخوای این کار رو واسه من بکنی؟ اگه شک بکنی زبونم لون نامرد. اینی که الان داره باهات حرف میزنه اونی نیست که یه دقیقه پیش دستش تو کیفت میگشته. من همینجوری هم دیگه بعضی موقع ها برقی یکی میگیرت ها. دوست دارم قصدشو بخورم، خوشم میاد اونم تحویلم بگیره. حالا هر جور که دوست داشت چه به هم بخنده پسرم داد بکشه. اینجوریه دیگه. راستش بده رفیق من یه خود خرم. بله. چیه قصد آمد؟ اسم چیه؟ چکرت مرتزا. منم به روزه بره پس بزن قنشو بگو. یا علی یا علی یاره. اینجا خونه عزیزه، همونیه که ننم سیغش بود. میخوری؟ نه خدا کنه خونه باشه. انقدر مرد باحالیه چونه تو.
کیه؟ تو خوابم یه همچی آدمی رو ندیدی. نمیدونه چه آدم نازنینیه. از سر تا پاش جواهر میدونه. جواب نمیدی؟ پل نشو. از خوشحالی هم پسید. آقا مرزه گل. کرتم به مولا. قربونت برم. سلام. سلام. شاکرم. مخلصتم. مورد سر اینجا وایسدین. بفرم تو. بفرم تو. مسئله خودتون. بفرم. برو خجالت بکش. برو تو. یا الله. خواهش برم. این بری شدی آبادان کجا اینجا کجا؟ تو بمیری دیگه جوش آورده بودم. انگار تو مخم چاییدم میکردم. گفتم این بری شیم باد یلا بخوریم. ولی انگاری آبادان زودتر از ما رسیده اینجا. بریم تو. بریم که منم مرگ تو الان یه هفته از حبس یه عرق سیر کردم. منتها پای ناباب نداشتم که خدا تو رو نیستم. بعد امشب افتادی؟ چجور؟ نفرما. من که تو رو جای بعد نمیبرم پسر. خیلی ممنون ولی من مشروب نمیخورم. در کردی؟ نه تا الان لب به مشروب نزدم. پس بگو هو تو. یعنی چی؟ یعنی که تو خیلی دیگه با تربیت تشریف داری و دنبال اخلاقیات هستی. نه خیلی من خیلی معمولی هم. تو زیادی یه چیزیت میشه. بزاره انگار با من سر جنگ داره. با ببینم روزا نکنه خدای نکره آدم حسابی باتی. قضیه چیه؟ راستی راستی یادم رفت آقا بهروز رو بهت معرفی کنم. میبینه تو رو خدا این آقا بهروزه. از اون بچه های باحاله. بله اهل درس و مشق و دانشگاه از این جور صحبت هاست. یه نیم ساعتی میشه باهاش گرم اختلاط شدم. اما به اندازه 100 سال خاطرش واسم چاکرت پیجا میگشت. گفتم شاید تو بتونی واسه شکاری بکنی. آره ازتون خیلی ممنون میشم. چی بگم بلو هیچ اشکالی نداره. من یه اتاق اضافه دارم. اگه میتونین شب و جفتی توش سر کنین خب قدمتون سر چه؟ چی میگی؟ والا به هر حال خیلی ممنون. فقط یه طوری باشه که من بتونم به درسم برسم. از طرف من خیار تخت تخت باشه. قربونت. من دوست دارم با تو تو یه اتاق باشم. حالا اگه بگی تا صبح یه لنگ پا یه گوشه اتاق وایستم میگم چشم. چاکرت. اگرم اشکالی تو درست بودا خودم کمکت میکنم برکه قبول بشی. خیلی خواب هر بار اساس تو به تو اتاق برم. قربونت. هم اتاق دست چپی هست. آره خیلی ممنون. کرایش هم هر چی باشه من حرفی نه. برو جمون. ما با آقا مرزه از این حرفا نداریم. خب. دیگه چطوری عزیز جون؟ هنوزم تو حال هوای جزیره هاوایی و دخترهای لخت و او رشتی؟ نگو که پس بیفتم. اگه برم اونجا به جون تو 100 تا زن میگیرم تا این اروخ دم بترکه. جون تو راست میگم دود از کنده بلند میشه. خب ببینم وضع کار کاسبی چطوره؟ ای. هنوزم وردست دوید کار میکنی؟ نه بابا ما دیگه سر برا شدیم. یه مبل فروشی هست که توش کار میکنم. وضع پولیش هم میزونه میزون. تو ببینی صبح به صبح که میشه این هوا پول میارن میزنن تو گاف صندوق. به جون تو مرزا اگه یه دسته از اون پولا رو من داشتم و علنه تو هوایی بودم. واقعا که با حالی عزیز نوکرتم. اومدش. خب اتاقش چطوره؟ میپسندی؟ از سر ما زیاده. خیلی معرکه است. وایسین تا من برم لباس رو پوشم بریم ترون و سیر بگردیم و یه عرق حسابی بخوریم. حالا خب برو. اگه نمیگی نه تو که با ما میای. اگه دوست داشته باشه میام. منتها من اهل مشروب نیستم. نخور بابا. ما که بی خودی به کسی اصرار نمی کنیم. ولی نوکرتم. ما که میتونیم از عرقمون از دست تو بخوریم. خب چرا که نه؟ بابا بجام عزیز. رفتی لباس دومادی بپوشی. میخورم به سلامتی شما که از اومدنتون خیلی خوش باشیم. نوشه جون. قربون تو عزیز. میبری پسر. صفای دوستو هیچ کس نداره. میگم معلومه صفا خیلی آدم مهربونیه. چش دیدی؟ میدونی چیه؟ زندگی ارزش قصه خوردن نداره. باید تا اونجا که میشه باش مبارزه کرد. زندگی کردنم عین ازدواج کردن میمونی. اگه بهش روی خوش نشون بدی ازت فرار میکنه.
مگه نه مرتضی جون؟ های گفتی دباس همینه که من هیچ وقت به زندگی روی خوش نشون نمیدم. ای کرک، پس بسه همین میخواستی ساک منو بزنی؟ آره؟ ای بابا، تو که بازم صحبت از گذشته های کردی. اگه من دستم تو ساک تو نمیرفت، تو که الان اینجا نبودی که. واسه دوست شدن باز یه اتفاق بیفته. سلامتی. سلامتی. زنکار بیاری، منو روش بذاری. زنکار بیاری. ساکه؟ زیادی خوری داره آبروزی میکنی؟ بابا بخشی، چرا میزنی؟ بیا بابا عرقتو بخور، بخور. تو چته بابا؟ چرا اینقدر دماغی؟ هیچی، تو فکر اینم که فردا صبح برم دانشگاه اسممو بنویسم، برای اونی که ناراحت. خب بابا، این که قصه نداره، خودم باهات میام. میگم تا صورت حسابمون زیاد نشده بلنشیم بریم. باشه. آخر شب دیگه. آن آهان دلمتونی که حساب میکنیم. ما که پولشو ندیم. شب چه میشه ها؟ تازه روز ما شروع میشه. درست دیره. آره بعد مصب نمیدونم این عرق چه خاصیتی داره که آدمو خر میکنه. نه که وقتی آدم میخوره کلش میشه این هوا. آدم حواس میکنه خودشو بندازه تو آب دریا. تو چی داری از هوش میری بابا؟ ما هوش میرم؟ ما هوشم تو میری؟ میگی نه از این آقاه بخورده. آقا تو رو خدا بگو من هوشم. خیلی هم بیهوش هستی آقا جان. بیهوش نکنه جیب منو یارو بخوره. دریوری چرا میگی؟ دوست که به دوز نمیزنه. بیخودی به مردم تو. نه جون تو، یارو کیف منو زده. واسه ببینه آقا. واسه جون با من کار داشت. کجا میری؟ الان میام. نزنه دیش. ببینم آقای عزیز، لطفا اون کیف ما رو رد کنیم. کدوم کیف؟ خیار کردی میذارم پولمو بخوری یا آبم روش. من خودم یه عمر همکارتم رد کن بیاد. خجالت بکش آقا، بی خودی تهمت نزن. دستم بنداز کیفمو. کیف یا تحویل پلیس بدم. رد کن کیف و ناکرد. ما تو زن شما ها بسی کنم. بسی کنم. رد کن بیا. اینم که بری قربان شو. شما هم گندشو در آوردین ها. هی میگیم به قیافش نمیخوره. این آدم ها رو من بزرگ کردم. 20 ساله که دارم واسه شون فیلم میام. جو اینم که قیافش اصلا دوزه نمیخور. میدونه یارو قیار کرده بود با دست کورا در رفت. برو خود روزگار رو بین که دوز به دوز زدی. کم نباشه. عجیبه. زدیه مرزی نه؟ میگم که بچه من اینقدر پول نداشتم. خیلی خوب، چه تو شلوغ پلوغی عوضی گرفتی؟ نمیدونم والله. پس بگو روتتون. یعنی چی؟ یعنی که کیفم اینجاست. زرشک، حالا بیا و درستش کن. پس من کیف یارو رو به زور ازش گرفتم. آره، تو از همون اولش هم دستت عوضی میرفت تو جیب مردم. حالا کاری نماز بشه شده، فکرش نکن. این پولا رو یارو واسه درس و مشق تو جیبش گذاشته بود. بریم که صبح باهات بیام دانشگاه. شروع کن عزیز جون. بریم. برانکا آرت بیارین، منازوش بذارین. برانکا چیکار بکنی؟ والا هیچی، میخوام برم سر کلاس. بعدش هم یه مقدار کتاب باید تهیه کنم. خب فکر میکنم برای ناهار بیام خونه. خب تو چیکار میکنی؟ ما که علاف زور میام دنباله. واسه اینجا رو که خوب بلدی. آره. یه وقت گمگور نشی، ما تازه داریم با هم اخت میشیم. چی میگی بابا؟ دفعه اولم نیست که میام تهران، نترس، گم نمیشم. یه دقیقه صبر کن، بعد ساندویج ایگارستی میچسبه. یه دقیقه صبر کن. چیکار داری میکنی؟ هیچی، دارم چی میزنم. سیگار؟ نه نمیکشی. نمیکشی. خب فنک
نه تو نه سیگار میکشی نه عرق میخوری با چیکار میکنی تو؟ بنده خدا خیلی مطالعه احتیاج به سیگار داره. بفرمایید آقا ما بکشیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم اجازه بدید فندکم واسهتون بزنم. راستی یادم رفت بهت بگم من یه سری میرم پیش عزیز بعدش هم زور میام دنباله. خب پس من خیالم راحت بشه. راحت راه قربون تو خدا. ای عزیز سلام علیک. سلام علیک. اینجا چی اومدی؟ والا بهروز رفت سر کلاس درس منم گفتم بیام یه سری به تو بزنم. بد کاری کردم؟ نه ولی صاحب اینجا آدم بدعخمیه خوشش نمیاد مزاحم داشته باشه. من اومدم تو رو ببینم با اون چی کار دارم؟ از این چایی با ما تعارف نمیکنی؟ یک چه بردم برداشتم همینجا بشین من علی نمیم. باشه چشم. گفتی بشینه؟ آره بشین. جان چه مبلایی بفرمی. نمیسی بفرم. ببینم اون یارو چی میخواد. اون با من کار داره هم شریفه. باش ردش کن بره. اطاعت برو. ای مرتضی حواست کجاست؟ چیه؟ میگم که عزیز جان اون همه پوله. گفتم که یارو خیلی پول مول داره. آی لرزه گرفتم چشام داره چپ میشه. ای خدا چی میشد این پول مال ما بود؟ جون عزیز اگه این مال من بودم میفرستدم انتخابایی. دیوونه بازی در نیار. برو برو منم اینجا کارم که تموم شد میام خونه. برو برو دیگه. باشه میرم. چرا باشه دیگه؟ برو دیگه. باشه میرم. با چه همه پول خدا جون پول نده. شما باید به این نکات دقیقاً توجه داشته باشید. برای رسم منحنی‌های مثلثاتی ابتدا از تا به مشتق گرفت. خانم اجازه هست؟ بفرمایید. برای به دست آوردن ایگرک پریم چی کار باید بکنیم؟ از فرمول مشتق توابع که ایگرک مساویست با آ ایکس به توان ان به ایکس به توان ان به اضافه سه ایکس به توان هاش که ایگرک پریم اون مساوی میشه با ام آ ایکس به توان ام منهای یک به اضافه به ان ایکس به توان ان منهای یک به اضافه سه هاش ایکس. شما اهل تهران هستید؟ بله درست. میخواین دکتر بشی؟ استفاده خب معلومه دیگه. سپس این مقاله سوالو به بعد یادم باشه که شما رو دکتر خطاب کنم چطوری؟ ولی ازتون خواهش میکنم وقتی درستون تموم شد ویزیت گیرون نگیرید. لطفاً اجازه بدید بنویسم. شما برای چی یادداشت نمیکنید؟ خب بعداً از جزوه شما استفاده میکنم. خواهش میکنم صحبت نکنید. برای میتونم بیام تو؟ شما چرا اینقدر دیر اومدی؟ معذرت میخوام رفته بودم دکتر برای همین دیر کردم. خیلی خوب بفرمایید. برای به دست آوردن نقاط ماکسیموم در تابع به جای ایگرک صفر قرار میدیم اما عادله به دست آمده رو حل میدیم. از خانوما آقایون خواهش میکنم به این فرمولا که روی تخته نوشته شده بیشتر دقت کنیم و حتما اینا رو یادداشت کنیم چون برای درس بعدی که تابع ما کسری یا تانجانتی یا کوتانجانتی می باشد باید به غیر از این فرمولایی که یادداشت کردین مقادیر به اضافه و منفی بی نهایت رو در تابع قرار بدیم و ایکس رو حساب. ببخشین آقای دکتر با جشن پارتی و این حرف و چطورین یه جشن تولد خیلی خوب هست میخواستم دعوتتون کنم. باشه بعدا حرفشو بزنیم. حل کرده و ایکس رو حساب مساوی جوابایی به دست اومده معادله مجازات های مجازی.
بله خودکارتون. متشکرم. شما چقدر تشکر میکنی؟ مگه ایرادی داره؟ ایراد که نه. خب پس چی؟ هیچی. راستی ببینم شما ماشین داری؟ نه احتیاج به ماشین ندارم چون خونمون خیلی نزدیکه. از این طرفه؟ بله فقط یه دور کوچولو باید بزنم تا برسم خیابون نادری. چرا معطلیم؟ بریم دیگه. والا راستش من منتظر دوستم هستم. ای بروس خان بیا. خیلی ببخشیم دوستم اومد. نه نه تو نیا باش من اومدم. شکل پیششه. سلام علیکم. شکر شما همکلاسی بنده خانم زری. ایشون هم آقا مرتضی. بگو تو تو اگه منم یه همشاگردی به این قشنگی داشتم اصلا تو بری درس نمیخوندم. اصلا همینطوری صبح و ظهر و شب میشستم و نگاشم. این دوست من یه خورده شوخه. خیلی بامزه. قربون شما. اما کیه که قدر ما رو بدونه خانم؟ این همه کتاب گرفتین تو دستتون یه وقت نریزه. اجازه بدید اجازه بدید. خیلی خوب من زدم کارمو کردم. میگم که این کتابتون اجازه میدین من متشکرم. بگم ببینم شما تو چه رشته تخصص دارین آقا مرتضی؟ رشته بالا چه عرض کنم آخه آخه یه الان بگم که گندش بالا میگه. در هر صورت از زیارتتون خوشحال شدم مرتضی. خوب بله بهتره دیگه بریم. با اجازهتون خدا حافظ. بله بله صحبتمون گل انداخته. ببین خوشگله تا ما میام دو کلم حرف بزنیم میگه بریم. چه مناسبتش کنه. خوب اگه فرصت شد چشم. خدا حافظ شما. مرمد شما بشم. خدا حافظ. خدا حافظ. فدای شما بشم جان. بریم. بعد مصطب عجب چشایی داشته. تو بمیری چیزی نمونده بود که تلف بشیم رو زمین. تو مگه تا حالا زن ندیدی؟ آخه لباش داشت با لبام بازی میکرد. چرا دریوری میکرد؟ خیلی خواه محکم بشیم میخوام خوب بکازم. ببینم این موتور از کجا رسیده؟ تو که موتور نداشتی ها؟ داشتم تو خیابون می اومدم دیدم تک و تنها حیوانی افتاده جلوی یه مغازه. من سوار شده اومدی. نخه میخواستی تو این ترافیک برای ترنی بیارم. اولین لقمه رو درست کنیم تا بعدیش میچین خجلت نکش. دارم میچین یه سرم بله محلی تاس کبابی دی. آره دهنش از کجا گیر میاری؟ گیر میاد نگاه کن. اوهو چته هول شدی؟ چیه؟ ما هم سلامتی آدمیم تایی غذا رو دره وردی که میخوای بذارم سر جاش؟ نه بخوا منم چجوری بره پایین. چیه؟ چیه تا اینقدر دمقی؟ غذا تو بخور دیگه. بها اینگاره کشتیاش غرق شده. حتما اینم عین ما که آخر بر زعفریال پیدا میکنیم وزش کساده. آره مرد اگه تو جیبش پول نباشه لبش به خنده وان نمیشه. درستم فتمثب وقتی پول تو جیب آدم هست آدم شنگوله کیفوریه. این آقا مرتضی بذار قورتش بدم. ای بتونی ای گفتی آدم وقتی بی پولا خیالش راحت تره درد سر نداره. تکلیفش با خودش روشنه. شب که سرش بذاره زمین درد سر ورشکست شدن و پول گرفتن و پول دادن و کلا سر مردم گذاشتن و نداره. درسته؟ آها ای بابا تو هم یه چیزی بگو دیگه. طوری نگاه میکنی که انگار باز هر ستایی بشینیم و حلوای ختم هم دیگه رو بخوریم یا هم بزنیم. نه بابا قضیه این حرفا نیست. پس چیه؟ چطه؟ سرچشمه تمام گرفتاری ها بی پولی ها رفیق. بی پولی بیا اینم پول. چی؟ الحمدلله که ما هیچ وقت بی پول نمیمونیم. بیا قصه چی رو میخوری؟ این چیه؟ کیف یارو دختر هست دیگه. دختری کیه؟ همون دختر خوشگله هم کلاسید دیگه. جلوی مدرسه داشت باد حرف میزه. از این کارت هیچ خوشم نیومد. بدش من ببینم. به هکی پس بگو خود تو این همه زحمت کشیدیم که دختر نفهم و ما کیفش زدیم حالا این میگه بدش به من. دارم نمیخواد واسه من معلم اخلاق باشی. تو باید اون کیفو به صاحبش پس بدی. میدونی اسم این کارو چی میذارن؟ نامردی. دوزی. میگی پسش بدم بعد اون دستت نیافته. درزم اگه این دفعه بهم بگی نامرد همچین جوابتی میدم که لقمه تو دهنت بماسه. یه وقت فکر واسه خودت نکنی. فهمیده چی گفتم؟ حرف دهنتو بفهم مرتضا. تو اونو به من پسش میدی منم دیگه پامو اینجا نمیذارم. بدش به من کیفو بده به من.
تا حالا چه جرد خشون برا نشده آبروی نبودی امور جلی در همسایه که بردین بابا تو بابا تو هم یه چیزی به این عوضی بگو اصلا تو حرف نمیزن باید با من حرف بزنی نمیخوام باید حرف بزنم این شوره این چیزی برا من مرتزا دستت بشکنی همش تقصیر خودش بود من نمیخواستم بزنمش عصبانیم کرد مرتزا تو هیچ وقت اینقدر بی‌معرفت نبودی آخه آدم روی رفیق خودش دست بلند میکنه عیبی نداره برو جون حالا پشت چیز بخون من نمیخواستم اینطوری بشه باور کن ببین منو ببخش مثل این که کار بدی کردم خب مگه کار من چیه؟ همه علافی هاست دیگه این کارم نکنم چی کار بکنم؟ نکردم تو خیلی خوبی من آدم بدی هستم چی کار بکنم؟ از اول اینطوری بزرگ شدم درس که نخوندم نکردم ببین اینم که بگیرش برس شد بگیرش به خدا یه کوچکتری اونم خود من تو رو خدا تو صورتم نگاه کنم بخند و بگو که ازم دلخور نیستی بگو بهروز من که به جز شما رفیقی ندارم غلط کردم بلنشی میشینی سر سفره داخه به این غلط کردنش میرزه نه والدا نه بلنشی میشینی سر سفره بلنشی چیزی باشه دلشی بیا بهروز بلنشی نو کردم بشی احسان که خیلی مشکل با من متشکر تو هم هم اینجوری قد هوا گرم آره واقعا گرم چیکار باید سلام بچه ها خوبی؟ سلام حالت چطوره؟ قربونتون حالت خوبه شما چطوری؟ بعد یه سیستم خوبه آه چقدر امروز هوا گرمه آره واقعا گرمه راستی ببینم بچه شما امروز زلی رو این طرف ها ندیدیم چرا؟ همین الان این طرف ها بود کدوم طرف ها؟ همین طرف ها آه مزد خواهم یه رو بیرم پیشش بای زری خانم آه شما این حالتون چطوره؟ خیلی متشکرم شما یه امانتی پیش من دارین میخواستم بهتون بدم کیفتون دیروز که داشتیم میرفتیم کیفتون افتاد زمین و من برداشتم البته نمیدونستم که مال شماست با اجازتون دیشب توش نگاه کردم دیدم اسم شما تو دفترچه نوشته شده مطمئن باشین که دست نخورده ازتون خیلی متشکرم شما واقعا خوب هستید من نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم تشکر لازم نیست این وظیفه من بود خب بجزتون من میرم باید برم به درسان برسم بهروز خان شما نگفتی که کجا زندگی میکنی اگه یه روزی قرار باشه براتون نامه کارت تبریک چیزی بخوایم بفرستیم باید به کجا بفرستیم والا چی بگم من با دوستم مرتضی که دیروز دیدینش زندگی میکنم اما خونه مال خودمون نیست پیش یه آدم مهربونی به اسم عزیز زندگی میکنه خب چه اشکالی داره آدرسشو به من بدی؟ هیچ اشکالی نداره شاهآباد کوچه مهرابی پلاک شماره 2 با اجازتون سلام سلام عرض میکنم سلام شما خیلی درس خونید برای قبول شدن چاره دیگه ای نیست شما با من کاری داشتی؟ بله میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه درسای دیروز رو بدین من بنویسم اشکالی نداره خب میدونید من خیلی عقبم بفر ناراحت نشین مهم نیست اجازه بدین من کمکتون میکنم تقصیر من شد اسم من بهروزه از آشنایتون خیلی خوشحال شدم شما خیلی مهربونی ممنونم ببخشید میتونم این دفترچه رو به خودم ببرم ممنونم که فردا حتما براتون بیارم اشکالی نداری اگه اجازه بدین من یه مقداری باید کنم چون وقت زیادی نمونده مزاحمتون نمیشم خواهش میکنم
شاخ نزنه. نه اینجا کجاست دیگه؟ تو چیکار به این کارا داری؟ خودتو بپوشون، اینجا پر از نامحرمه. برو جلو، خدا کنه که عزیز نباشی. عزیز مامانته؟ نه بابا، هم کلاسیمه، یعنی هم اتاقیمه. یواش یواش اینجا رو بهش میگم پله. حالا اینهو دوز سرتو به دوز به دوز به دوز. جان برو تو، برو تو، عزیز نایمده. بوی زنش رفته، بودارش هم هست. یه دیگه کسی نیست. هزار مشکل بدن نیستش که چشم هر کوری بهش بخوره بینا میشه. چرا عجله داریم؟ من همینطوری هم، من مرد با عجله هم، سب ندارم. ننم سفارش کرده به زن که رسیدی ها سب نکن، بپر بغلش کن. آره عزیز، اونجا چیکار میکنی؟ گفتم برای چی اونجا بایستدی ها؟ بیا باره تماشو کن، بیا، سیم نماز، بیا فیلم های سیکسی، بیا باره هرچی من این زیکارا میکنم، نگاه، جور من دولا چیه؟ چی شده؟ دولاشو نگاه کن، یه نگاه بکن، یه نگاه چیه؟ دولا دولا سر پایی نگاه زدش زیمین، زد زیمین، کجا دونه؟ آره واقعا که مسخره است. این مرتضی گندشو در آورده. آخه این کارا یعنی چی؟ چه معنی داره؟ چی؟ نکن از مردی افتادی های ادبیات. بارو بابا تو هم دل خوشی داری. من میرم یه گشتی میزنم تا نیم ساعت دیگه برمیگردم. دور خدا جوانای این دوره رو باشه. دود از کنده پا میشی. نمیدونم کی بود. دواهاتو خوردی؟ نه پدر. بیا بگیرش، تو باید دواهاتو به موقع بخوری، باید استراحت کنی. سرگیجه که نداری ها؟ نه ندارم. خیلی خوب، پس بگیر بخواب دخترم، راحت باش، بخواب. کاری با من نداری؟ نه پدر. شب بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی. این از روز اولم همینجوری بوده. خیالش از هفت دولت راحته. ببین چجوری خوابش برده؟ همچین خور و پف میکنه که انگار جای هوا پول میخوره. شعکه ای زهر مار. کاش منم میتونستم عین اون باشم. اما همچین که سرمو میذارم زمین، هزار جور فکر و خیال میاد تو سرم. آخه چه جور فکر و خیالی؟ هرچی بیشتر فکر کنی بیشتر ناراحت میشی. این مرض. آخه مگه میشه مرتضی؟ همش تو فکر اینم که بالاخره باید یه کاری واسه خودم دست و پا کنم.
دلم نمیخواد پدر مادرم که تو شمال کار میکنن ناراحت بشن و بهشون فشاری بیاد. دلم واسه اونا میسوزه. چه آرزوهایی واسه من دارم. میدونی دلم میخواست انقدر پول داشتم که همشو بین اونایی که پول نداشتن تقسیم میکرد. آرام نکنه عاشق ماشقی شدی؟ آره یه دختر است که تو کلاس درس دیدمش، خیلی دلم هواشو کرده، دختر ساکت و آرومیه. خب برو دنبالش پسر. چجوری؟ تلفنی چیزی ازش نداری؟ چرا؟ تلفنشو دارم. خب این که دیگه قصه نداره، فردا صبح خودم باهات میام، میریم بهش تلفن میکنیم، چطوره؟ الله اکبر. بابا شما چه مرگتونی؟ مگه خواب ندارین؟ نصف شب بگیریم بکفین دیگه. خیلی خواب بابا، خیلی خواب، بگی بخواب. تو هم بگی بخواب، شاید خوابشو ببینی. بخواب، بخواب جون. لعنت بر پدر مادر کسی که در این مکان نخوابد. خور خور کنن. خب، اولین کار امروزمون تلفن به عشقت. اینقدر از این فیلم ها خوشم میاد. تو چطور؟ آره، اتفاقا من این فیلم رو دیدم، خیلی خوبه. بح، بابا نامردی تا چه؟ چرا ما رو نبردی؟ خب، بعد از تلفن میخوای چیکار کنی؟ تو روزنامه خوندم که یه آژانس تاکسی سرویس به یه راننده احتیاج داره. میرم اونجا، شاید بتونم استخدام بشم. بگو با امید خدا همه چی درست میشه. امید خدا. اینم تلفن. دوزاری که داره. نه. این گرفتاری رو همه داره. بیا. یادم باشه 5000 ازت بگیر. خجالت نکش، شمارهشو بگی، باهاش حرف بزن. اگه نتونستی، خودم باهاش حرف بزنم. چی بابا، چی خجالتی؟ من به خدا، به دانشگاه میره. ببین، گرفتی؟ نه بابا، یه دقیقه صبر کن. گرفتی؟ الو؟ الو؟ چرا حرف نمیزنی؟ بدش به من بابا، چرا میخ شدی؟ بدش به من. الو خانم سلام علیکم. سلام. شما کی هستی؟ کی؟ دوست بهروز؟ ها بله، بهروز خان خیلی از شما تعریف کردن. نوکر شما از بگم منم حرف بزنم. الو بگو. الو الو، چقدر سرصدا میاد؟ از تلفن عمومی زنگ میزنی؟ تو این چند روزه که دانشگاه تعطیلی گفتم شاید دفترچه‌تون رو بخواید. نه همچین احتیاجی نیست. باشه، ازتون متشکرم. بعد از تعطیلی ازتون میگیرم. خب کاری نداری؟ خدافظ. کجا خانم؟ بله چشمی پیست، خیلی رو بگیم. سلام. خدا سلام. سلام آقا، فرمایش بود؟ بله، من تو روزنامه خوندم که شما به یه راننده احتیاج دارید. بله درسته، شما سابقه کارت آژانس دارید؟ نه خیر. ممکنه گواهی نامتون رو ببینم؟ بله، البته. اشتباهی من این طرف ها؟ نه، اومدم به روز خونه ببینم، منزل هستم. نه نیستم بابا، ولی گفتن اگه شما تشوردی بشین تا من بیام. ولی اون که نمیدونست من میخوام بیام. نمیدونست؟ خب حالا چرا تعارف میفرمایید؟ بفرمایید تو، خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میشه. جون آخود جون. بفرمایید. صفا باده. مرسی. خواهش میکنم. اینجا کل به خرابه ماست. درویشی هم میبخشین اگه یه خود ریخته پاچی در. شما بفرمایید اون بالا بالا ها. اتاق بهروز خانم همینجاست؟ بله. ما دوتایی توی یه اتاق زندگی میکنیم. پول داری یه حرفارم داره دیگه خانم جون. خب. همه. من فقط اومدم از بهروز خان تشکر کنم. اگر اومد، این گوره از طرف من بدین بهش. گول واسه چی آوردین؟ مگه میخوای خدای نکرده عروسی بکنی؟ عروسی نه. راستش
من دیروز کیف پولمو گم کرده بودم. بهروز خان اونو پیدا کرده بود و به هم پس داد. مسئله پولش نیست. میشه بهش اعتماد کرد. پس بگو هو تو تو. یعنی چی؟ آه شما عجب صاف و ساده هستینا. همینه که دخترای مردم زود گول میخورن دیگه. چطور مگه؟ دیگه چطور نداره؟ این آدمی که شما برش دست گل آوردینا از اون قالتاقای روزگاره. تو دوزی لنگه نداره. این طوری که کارشه. اول کیف دخترای مردمو میزنه، بعد اونو بس میده تا جلب اعتماد کنه. وقتی جلب اعتماد کرد اون وقت هم شروع میکنه. ترسیده؟ منظورتونو نمیفهمم. ای بابا چرا خودتونو میزنی به خنگ بازی خانم جون؟ دیروز وقتی که من فهمیدم اون کیف شما رو دزدیده یک فس کتکش زدم. تو رو خدا میبینی چه روزگاری شده؟ کتکش ما میزنی گلش واسه اون میارم. اینجور آدم ها اول خجالتی هم درسته؟ درسته؟ درسته. سرشون رو میندازن پایین و با آدم حرف نمیزنن. درسته؟ بله درسته. طوری بانه بود میکنن که انگار پسر پیغمبرن. درسته؟ درسته. همینه دیگه. من از شما خیلی متشکرم که روشنم کردید. حالا باید چی کار کنم؟ هیچی. نترسی. هرچی حاجیت میگه گوش بده. باقیش با من. باشه. این کار اول دومش نیست. ما که بعد شما رو نمیخوایم. نمیدونین چه مارمولک و ناکسیه. برای خیالتو تخت تخه. مثل این که اومد هیست. وای داره میاد خودشه. فقط خدا کنه با سیستم آلکاپونی بیاد. بدلش بلدم. ولی اگه با مافیایی بیاد چیکار کنم؟ وحشتناکه. غم انگیزه. آره چه خاکی به سرمون برسه. نترسی. من خودم الان ترتیب همه کارا رو میدم. برای سرش بیارم که خودش حرف بکنه. هر کلکی بزنه بدلش بهش میزنم. بهروز میلو دیر اپ واسه بابا. باشه. چیه؟ چرا اینجوری میکنه؟ چیزی شده؟ نه ببین. خب چی شده؟ فکر میکنم همه چی داره درست میشه. همون دختره که کیفش زدم ها اومده ازم تشکر بکنه. من کارا رو راست ریز کردم. فقط تو حرف نزن. باقیش با من. فقط اومدی تو یه خود قیافه بگیر، یه خود آب بخور، بعدش هم بگو هوا چقدر گرمه. مرتضی جون من کلک نه تو بمیری. چه کلک؟ اونو نوکرتم بیاده که موتو کلک. سلام کنم. خانم جان شما آروم باشید. هیچ نترسید. اینجور آدم ها وقتی میخوان تجاوز میکنن اول آب با آدم تعارف میکنن. مواظب باشید. در شروع میکنید. آب میل میکنید خانم؟ نگفتم. همین الانه میگه هوای اینجا چقدر گرمه. اینه که بگه آنکار خانم. میگم هوای اینجا چقدر گرمه. مرتضی گرمتون نیست؟ ببینم قضیه چیه؟ چی شده؟ هیچی ببریم خانم جو. ببریم از دسته این متجاوز فرار کنیم. ببریم. اجازه بده. بله تخت تابوت داخل عطابک پلاک 25. تا 10 دقیقه دیگه براتون میفرستم. حتما. خدا حافظ. درست کن تخت تابوتی که برای بله البته. پس پاشو زود باش عجله کن. همین الان میرم. پاشو. خدا حافظ. خدا. بله you
باشه بیهقی. چشم بود. نراحتی هنوز سرگیجت ادامه داره؟ آره پدر. کمی تعمل کنی به دکتر میرسیم. این سرگیجه ها به گفته دکتر موسمی و ایلا بیماری خطرناکی نیست. نراحت نباش عزیزم. شما چند لحظه اینجا باشین تو ما برگردیم. چشم. بریم دخترم. ناراحت شدی؟ نه. نه، برای چی باید ناراحت بشم؟ گفتم شاید از اینکه با ماشین آژانس اومدین ناراحت شدید، خجالت کشیدید. نه. اتفاقا من از کار کردن خیلی خوشم میاد. برای چی باید خجالت بکشم؟ به هر حال من از دیدنتون خیلی خوشحال شدم. منم خوشحال شدم. خیلی دارم خواست شما رو ببینم و با تون حرف بزنم. پس چرا تا حالا این موضوع به من نگفتی؟ راستش چجوری بگم؟ چون وقتش رو نداشتم، یعنی پیش نیومده بود. خب، حالا که فرصت داری راحت‌تر میتونیم با هم صحبت کنیم. رضا خونه نمیاد. شرکتش تمام وقتشو گرفته. راستی بگیم ببینم، شما برای چی رفتین دکتر؟ نمیدونم. گاهی اوقات دچار سرگیجه میشم، اما دکتر میگه چیز مهمی نیست. ولی پدرم از این موضوع خیلی ناراحته. آخه میدونی بابام خیلی منو دوست داره. کاش یکم بود که منو خیلی دوست داشت. با داغون میکنه. منم تنها. چطوره یه خورده بشینیم؟ ببین، من معتقدم برخورده‌ای که همیشه تو کلاس درس پیش میاد خیلی پاک و صادقانه است. من از همون روز اول که تو دیر اومدی سر کلاس حس کردم که مثل دخترهای دیگه نیستی. یه چیزی تو نگاهت، تو حرکتت بود که بی اختیار توجه آدم رو جلب میکرد. میدونی؟ من تازه از شهرستان اومدم. تو همه چیز زندگی منو یهو عوض کردی. دلم میخواد حرفای منو باور کنی. من مثل جوانای دیگه نیستم. ممکنه با کلمات قشنگ قشنگ نتونم حرف بزنم، ولی هرچی میگم این حقیقته. میدونی چیه؟ تو خیلی خوبی. مثل جوانای دیگه با نگات آدمو نمیخوری. شاید منم به یه آدمی مثل تو احتیاج داشتم. منم از همون موقع که تو رو دیدم انگار یه نفر بهم گفت که شاهزاده قصه ها اومده. شاید هیچ وقت من فکر اینو که با یه پسر دوست بشم تو سر نداشتم. همیشه با خودم میگفتم محاله با پسر دوست بشم. ولی بگو ببینم مینو، دوست داری با هم دیگه بریم به سینما؟ ها؟ الان سینما خیلی شلوغه، بلیط گیر نمیاد. این سینمایی که من میام خیلی خلوته، زود بلیط گیر نمیاد. به هر حال من از اینکه با تو هستم خیلی خوشحالم. تو که گفتی سینمایی که تو میگی خیلی خلوته. نمیدونم والا، اگه مرتضی دوستم اینجا بود الان ما تو سینمایی.
متشکرم. فیلشه که سوار شدیم چیزش هم میخوریم. آقا یه پاکت رکم بیدیم، خیلی خوشمزه است. قربون دستت. چه پرشی کرد این، چه میلانبونه. خب اینا رو نرمادن ها از که قهرن. آره وای چه حیوان ها. جلو بری میخوره دتا. اینو من همیش رسم این عادت داره خوشگله رو بخوره، اما تو وقتی منو داری ناراحت نباش، کسی جورت داره چپ نگات کنه. خوشگله آدم همیشه به خاک سیاه میشونه. کاش نه من تو رو میدید. چکرم. ببینم اصلا تو چی کاری؟ پدر مادرت کجا؟ ما چیزم دیگه چیز، من وردست پدرم کار میکنم. خب پدرت چی کار است؟ پدرم؟ چرا دروغ بگم؟ تو پالاشگاه آبادان سرپرست مهندسات. پس باید وضعیتون خیلی خوب باشه. آو چه جورم، اگه میبینی که سر وضعم اینطوری ها، خب روشن فکریه دیگه. من از لباسای نو و شیک و پیک خوشم نمیاد. من آدم عجیب غریبی هستم. اتفاقا بهت میاد. برخار من از اینکه تو رو دیدم خیلی هوتوتو. چقدر خوب شد از دست اون دوست نوارکار نجاتت دادم. به خدا قسم از اون موقعی که تو رو دیدم شبا خواب ندارم. خواهش خواهشتی همه چیز دارم داره. طوری صحبت میکنی که انگار الان میخوای قش کنی. اگه بگم به اندازه مجنون دوست دارم، باور کن به دروغ نگفتم. قبول کردم، ولی این مواظب باش برادرای من نبیننید، اونا خیلی متاسف هستن. تو کدوم قفصن؟ اونا اینجا نیستن. اما اگه یه روز بفهمن، هم منو و هم تو رو به باد کتک میگیرم. چکرشونم، چکرم. خب دیگه من دیگه دیرم شده، باید برم. خودم میرسونم، بزن بریم. از داشات نمیترسم، فقط نوکرشون. چی میگم نگهدار، میخوام پیاده شم. سر موتور نمیذاره بشم. چی میگی؟ مرتضی تو رو خدا همینجا نگهدار، من میخوام پیاده شم. هیچ وقت اینقدر دیر نرفته بودم. خونه اگه بدوشم بفهم من هم تو رو کتک میزنم هم منو. نگهدار مرتضی. چشم همین الان نگه میدارم. بازی یه جای پارک گیر دیارم. با سب بون جریممو میکنن. عجبش این دوبله پارک کنم. چیه بابا؟ شدی خدافظ، من رفتم. چه خبر تو اینقدر عجله میکنی؟ مگه تو دلت نمیخواد پیش من باشی؟ ببین مرتضی من دیرم شده، داداشم اگه بفهمن من دیر رفتم خونه کتکم میزنن. ای داداش کوچیکم. اوه خب پس برو که خیتی برو وانسا. اینقدر این داداشات گفتی که ما هم ازشون میترسیم. برو خدافیز. اینم بگی، اینم بگی. مرسی. به سلامت. داداش کوچیکش که اون باشه باش باشه. دکترها نگفتم بالاخره ناراحتی من چیه؟ الان دو سالی میشه که من به بیماری سرگیج مبتلا شدم. والا چی بگم؟ اونا میگن چیز مهمی نیست. میگن که تو به مسافرت احتیاج داری. برای همین تصمیم دارم که به سفر خارج بریم. مقدمات مسافرت رو فراهم کردم. ولی پدر من اینجا درس دارم. حالا وقت مسافرت نیست؟ این حرفا چیه دخترم؟ سلامتی تو واجب تر از این چیز هست. تو اینجا تنها هستی. میدونم که همه چیز برات یک نواخ شده. ولی من نمیخوام به مسافرت بیام پدر. قضا تو بخور، رو حرف منم حرف نزن. میدونی که پدرت بد تو رو نمیخواد. اکبری مرگ تو جیگرشو در میارم. بعد کسای طرفه؟ از یکی بپرس می خونش همینجاست؟ زری همینجا صداده، پلاکش همینه.
داداش باید بهش درس حسابی بدین که دیگه دنبال خواهرمون نیفته. خدمتش میرسیم. بله، با چی کار داریم؟ شما هم کلاسی زری هستین؟ بله، چطور مگه؟ ممکنه تشریف بیاریم بیرون، باهاتون یه کار کوچیکی داشتیم. خب، بفرمایید چی کار داریم؟ مرتی که با این هیکل و قلقواره خجالت نمیکشی دنبال خواهر ما افتادی؟ چی شده؟ من سر در نمیارم، مؤدب باش آقا. ده مثل اینکه طلبکارم از مرتی که عبدی؟ صبر کنیم ببینم چی شده. شاید منو با یکی دیگه عوضی گرفتی. تا حالا کسی نتونسته به خواهر ما چپ نگاه کنه. دادش بزنه. بزنم دان دوناتو خرد کنم مرتی که پوت کنه. تو بکش نکبر. بیا نه بابا. اکبر بیا جلو. حلش میکنیم به من بگید چرا اونو میسنی؟ آخه هرچی ها شما جاهل این کوچه هستی؟ حالا بگید چی شده؟ این مرتی که افتاده دنبال زری خواهر ما، فهمیدی؟ اون هوتی تو؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه اونی که دنبالش میگردی من هستم، نه اون. ولی من دوباره خواهر شما نیفتادم، من اونو دوستش دارم. حالا هم اتفاقی نیفتاده، میام خواستگاریش. شما اگه یه خود صبر داشته باشین میفهمین که ما آدم نامردی نیستی. مال حروم میخوریم ولی حلال و حرومش نمیکنیم. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ هیچی. ای واقعا به خواهر ما علاقه مندی میفرستی خواستگاریش. در غیر این صورت اگه یه رفته که اون طرف ها پیدات بشه یا ببینم دنبال خواهرم افتادی خونت پای خودته. بریم اکبری. بریم. نوکر خواهرتون هم هستن. باری کله بابا. جدن که دست خوش. کتک خوردی ها؟ اگه دیر رسیده بودم لطفار شده بودی ها. اتفاق دیگه این آخر رقابت عشق عاشقیه. ولی من دست بردار نیستم. من باز هر طوری شده دختره رو بگیرم. بره تو، برو تو، من موتور رو بردارم بیام. برو بابا. بهش بگو تو دانشکده به زری بگه یه جای همدیگه رو ببینیم، باشه؟ خیلی خوب، بذار ببینم چی میشه. هیچ میشه. خب دو زری داری که؟ آره آره دارم. خدا خدا کنه باباش گوشی رو بر نداره. خدا کنه. خدا کنه. گرفتی؟ 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 آره بابا، ولی کسی جواب نمیده. بابا نگرفتی. عجیبه، هیچ کس گوشی رو بر نمیده. میگم نکنه تلفنشون خراب باشه. نه بابا، دیروز خودم تلفنی باشه حرف زدم. عجیبه. میدونی مرتضی، دلم خیلی براش تنگ شده. کاش یه جوری میدیدمش. فعلا که هوت تو سوارش بریم. کجا؟ میرم خونه. ما که چای دیگه ای نداریم. بس سوالای احمقانه میکنی. کجا؟ خب خونه. آکه همیشی بگازم. کیه بابا؟ صبر کن اومدم. خونه کنی کارمون سراست. حالا هی در بزن و گفتم اومدم. بله. سلام علیکم. فرمایشی داشتین؟ میبخشین که مزاحمتون شدم. منزل بهروز خان همینجاست. بله، ولی علنی نیستم. میتونم بیام تو منتظرشون بشم؟ بلو، چه عرض کنم؟ بفرمین، با
حالا که همه میان شما بفرمید. بفرمید خواهش بود. متشکرم. خواهش میکنم. بفرمید. شما باید عزیز آقا باشین، درسته؟ بله، ولی شما از کجا فهمیدی؟ بهروز خان خیلی تعریف شما رو کرده. لطف دارن. خب اتاق بهروز کدومه؟ من منتظرش میمونم. اون بالاست. اون خیلی به هم ریخته است، ممکنه یه وقت ناراحت بشین. نه اشکالی نداره. خب اگه اشکال نداره بفرمین. مرسی. بفرمین. امان از دست این دخترها. قهر کردی. منم هیچ وقت این چیزا شانس نداشتم. ای ای روزگاه. حبی نداره. حبی نداره. سامرک عزیز. چطور متوری؟ چیه؟ چرا انگاه پرکری؟ ازم چیزی نپرس که حالم خوب نیست. از بس کار کردم از خستگی دارم میمیرم. واسه چی؟ چه میدونم والا. یه دختر خانمی اومده میگه با شما کار داره. شما که نبودین تموم خونه رو جمع جور کرد. پس بگو هوت تو. زری اومده. به خدا نوکرشم. زری. زری چونم. ببخشی. یوا، با تو کار داره. یعنی کی ممکنه باشه؟ میگم مرتضی. من که کسی رو ندارم بیاد اینجا. بر پدر آدم چخان صلوات. دختر بازی از قیافه رو میباره. ببین. خیتو تو. خوابتو هم. اعتراض میگم. تو داری گریه میکنی؟ گذاشت رفت. خدا حافظ آقا. میبخشین مزاحمتون شدم. خدا ببخشی. خدا حافظ. بنده... خدا حافظ. خدا حافظ. آخ جوونی کجایی که یادت بخیر. سمونی ما جوونیشم. ایس فاقی نبودی. آی آی. سلام علیکم. ببخشید. یه پپسی خونک با ما بده. بفرمایید. قربان شما. الو. 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 پس چرا حرف نمیزنی؟ چجوری بگم؟ اصلا چی بگم؟ دلم واسه تنگ شده. به خدا دل منم واسه تنگ شده بود. اومدم دم کلاستون. اما دیدم نیومدی. گفتم شاید بابا قهر کردی. واسه همین اومدم در خونتو. از همون موقع که برادران فهمیدن من با تو دوست شدم دیگه نذاشتن بیام کلاس. خب حالا من واسه چیکار کنم؟ من نمیدونم. اگه تو واقعا منو دوست داری خب بیا با خانوادم صحبت کن. اینجوری که نمیشه. خب میام. ولی اوزام یه خود خرابه. خب باز یه کمی صبر داشته باشی. بهت قول میدم تا آخری هفته میام خواستگاری تو. بعدش هم با هم دیگه از این شهر میریم. پس من منتظرت میمونم. به هم دروغ نمیگی؟ باور کن بهت راست میگم. از اون موقعی که تو رو دیدم زندگی به کلی عوض شده. دلم میخواد سر سامون بگیرم. من منتظرت میمونم تا بیای. به هم قول میدی؟ آره بهت قول میدم. خوب اگه کاری نداری باهات خدافظی میکنم. قربونت. خدافظ. خدافظ. خدافظ حسن آقا. خدافظ. بچه معلمونه. با اجازه. آقا پول نوشابه چی شد؟ ببخشید. حواسم پرت شده بود.
بفرمایید. این پول نوشابه و پول تلفن. تلفن به شما چه مربوطه؟ بچه محلمونه. فکرش نکن پیر میشی. ببین پدر، من که دیگه بچه نیستم. من بزرگ شدم. بزرگ شدم. هیچ دلم نمیخواد این حرفو به من بزنی. هیچ وقت فکر نمی کردم یه روزی تورون برگردی و این جوابو به من بدی. من که هیچ وقت چیزی را از تو دریغ نکردم. من از وظیفه پدری هیچ چیز در حق تو کوتاهی نکردم. من برای تو هم پدر بودم هم مادر. میفهمی؟ اگه مزایقه ای کردم بگو. بگو. بچه را ساکتی. من نمیتونم ببینم دخترم دیر وقت به خونه بیاد. میدونی مردم پشت سر آدم چی میگن؟ هم؟ پس به من بگو کجا رفته بودی؟ ولی به هم دروغ نگو. شاید واسه همینه که نمیخوای همراه من به خارج بیای. درسته؟ راستش پدر، امشب میخواستم همه چیزو بهتون بگم. خب اشکالی نداره. من نمیتونم گریه ای تو رو ببینم. همیشه آرزو داشتم ببینم اون پسری که تو عاشقش میشی کیه. گریه نکن. خب اگه واقعا اونم به تو علاقمنده بهش بگو فردا بیاد شرکت پیش من. میخوام باهاش حرف بزنم. مطمئن باش که من همیشه خوبی تو رو میخوام. ناراحتش نمی کنم. تا اونجایی که بتونم بهتون کمک میکنم که خوشبخت بشی. مطمئن باش دخترم. حالا بلند شو برو صورتتو بشون. بلند شو دختر خوشگلم. بلند شو. چرا فکر میکنین که من آدم بدیم؟ چرا فکر میکنین من باعث تمام این گرفتاری ها شدم؟ پس سهم دختر شما به عنوان یک انسان چی میشه؟ من آدم دلگرد و دربدری نیستم. تا به حال با هیچ دختری دوست نشدم. الان مدتی میشه که از شمال اومدم تهرون تا تو دانشگاه درسم رو تموم کنم. آشنایی من و مینو تمام غما و بدبختی ها رو از من دور کرده. دوست دارم شما حرفای منو باور کنید. برای من مثل یه پدر باشید. حتما شما هم یه روزی عاشق شدید. یه دختری رو دوست داشتید. آره. منم یه روزی یه نفر رو دوست داشتم. اون مادر همین دختر. سالها پیش تو تصادف کشته شد. من موندم و همین دختر که تنها یادگار زندگی ما بود. تو هنوز پدر نشدی. هر وقت پدر شدی میفهمی من چی میگم. غم یک پدر بالاتر از این حرف هست. من راستش نمیخواستم تو رو ناراحت کرده باشم. نمیخواستم اینطوری باهات حرف بزنم. اما دست خودم نیست. چه فرقی میکنه؟ مینو هر کیو دوست داشته باشه منم اونو دوست دارم. من زندگیمو وقف این دختر کردم. از وقتی که مادرش از بین رفت من برای اون هم پدر بودم. مادر میفهمی که بسر؟ بله میفهمم. من از همون روز اول متوجه آشنایی شما شده بودم. اما به خاطر دخترم سکوت کردم. اونی که به اندازه یه دنیا دوستش دارم موندنی نیست. اون از میان ما میره. منظورتون رو نمیفهمم. چجوری بگم مینو مریضه. دکتر ها گفتن سرطان داره. میفهمی؟ سرطان. گفتن تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست. حالا میفهمی چرا من اینقدر ناراحتم؟ چرا اینقدر زجر میکشم؟ بلیت گرفتم که فردا ببرمش خارج. متوجه هستی که؟ بله. اون خودش از این جریان چیزی نمیدونه. فهمیدی؟ نبایدم بدون. باشه. منو ببخش.
اگه امشب مینو بدونه که ما سه نفر شامو با هم میخوریم خیلی خوشحال میشه. درسته؟ بله. دلم میخواد آخر شبی که اون پیش توی خوشحالتر از همیشه باشه و بدونه که من تو را مثل اون دوست دارم. غمت چیه؟ حرفت چیه؟ هر کی به آدم میرسه میخواد بزنه و ببره. انگار خدا ما رو فراموش کرده. همش بدبختی، همش بیچارگی. آخه آخرش که چی عزیز؟ بیا بخو بابا. سلامتی. نوش. بیا، بزن. قربونو دسته. اگه تو نبودی، من چی کار میکردم؟ تو واسه من هم پدر بودی، هم مادر. از اون موقع که خودم رو شناختم، در به در آواره بودم. وقتی بابام تو بندر تیر خورد و کشته شد، من 3 سال بیشتر نداشتم. قیافش یادم رفته. ننه، اون کجاست؟ هیچ خبری ازش ندارم. میدونی بی پدری یعنی چی عزیز؟ میدونی آوارگی یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم ذلیله، زبونش کوتاست. هر کی میزنه تو گوشش باز بگه تو درست میگی. زندگیه، میگذره. زندگی مرد یعنی همین. نگو تو رو عربای خاک مادرت عزیز. این زندگی نیست که ما داریم. همش باید خودمونو گول بزنیم که چی؟ که این وقت شب دوتایی بشیم و ستاره ها رو بشموریم، از غم و غصه عرق بخوریم. تو خودت چی داری عزیز؟ چی کار کردی؟ موهات سفید شده. پس فردا که افتادی و مردی هیچکی نیست که نشه تو برداره. اون وقت میگی چی؟ اگه میخندم واسه اینه که خودم رو گول زده باشم. اما من نمیخوام اینطوری باشم. من نمیخوام وقتی میمیرم تو چوب خیابون جسدم رو پیدا کنم. من چشم دنبالی دختره، زری رو میگم. عاشقم عزیز. دلم میخواد دونات بشم و رو ماشینم گل بزنم. تو خیابونا واسم بوق بزنم. دلم میخواد از اون بچه داشته باشم. دلم میخواد ماشین داشته باشم که زری و بچه منو سوار کنم و تو شهر بگردونم. میخوام برای بچه‌م دو چرخه بخرم، عروسک های قشنگ قشنگ واسش بگیرم. نمیخوام برای که سر خودم و من سر بعدی ها بیارم. آخه تا کی لاجردار؟ تا کی؟ تا کی باید اینطوری باشم؟ دلم داره میترکه عزیز. تو مخم انگار آسیاب کار گذاشتم. حالا من هیچی، اون رفیقمون بهروز رو میگم. اون چی؟ اگه ما نبودیم معلوم نبود چی کار میکرد. همش هی باید آب دهن قورت بدیم و بگیم خدایا شکرت، شکرت، مصمت شکر. دیگه نمیتونم عزیز، نمیتونم. نمیخوام اینطوری باشم. من به زری قول دادم که میام خواستگاریش. اون چشش بدره. اما مگه با دست خالی میشه عزیز؟ آخه تو یه چیزی بگو. من چی بگم مرتضا؟ یه عمری که منم دارم تو پوست خودم میلونم. منم غم و درد دارم. اگه پولای صاحب مبل فروشیه که صبح به صبح دسته میکنن میذارن جلوش من داشتم و به خدا همش میدادم به شما. اما هیچ وقت پولی تو دستم نبود. پولا اونجا یکی نباس باشه. آره آره. اما من اون پولا رو میارم اینجا. همه من خوشبخت میشیم. از این شهر میریم. هرچی آرزو کنیم خیلی زود برامون فراهم میشه. نه دلم نمیخواد بگی نه عزیز. مگه دیوونه شدی پسر؟ پس فردا میگیرنت. اون وقت باز یه عمر گوشه زندون میفتی. نمیخواد نصیحتم کنی عزیز. یه عمره که پیشونی ما سیاهه. بذار هر اتفاقی میخواد بیفته زودتر بیفته. اگه موفق شدم هممون خوشبخت میشیم. اگرم که نه دیگه چه فرقی میکنه؟ نوکرتم عزیز، فدات شد. خیلی کوچیکت. نه مرتضی وایسا ببینم پسر، دیوونگی نکن. این دیوونگی نیست عزیز، من از این زندگی دیگه خسته شدم. وایسا مرتضی، دیوونگی نکن پسر، میگیرن تا. خیلی خوش گذشت.
شب خوبی بود. امیدوارم فردا صبح تو فرودگاه ببینمت. فراموش نکنی بهروز خان. مطمئن باشین که حتما خدمت میرسم. شب بخیر. شب بخیر. مرتضا کجاست؟ چیه؟ برای چی معترفتی؟ اتفاقی افتاده؟ عزیز، حرف بزن. چی شده؟ برای چی داری گریه میکنی؟ چیزی نی. اتفاقی نیفتاده. ببین عزیز، تو رو خدا چیزی رو از من پنهون نکن. منو از خودت بدون. مرتضا کجاست؟ رفته پولای مبفروشیه رو بزنی. کجا؟ امشب خیلی داغ کرده بود، جلودارش نبودم. خدا میدونه چه اتفاقی بیفته. تو ناراحت نباش، خودم میرم دنبالش. من بیم صندوق مفروشه. آقا ممکنه یه خورده تندتر بری؟ بی زحمت همینجا دیگه. مرتضا! مرتضا تو اونجا چیکار میکنی؟
بیانو بروز اینا رو ببر بده به عزیز، من بعدا میام خونه، برو بطرش نکن، برو وای لسا، برو. مرتاره دیدی؟ آره دیدمش. اون گفت، گفت اینو بدم به تو. چی هست؟ پوله، پوله. گفت باش برو همون جایی که دوست داری. خودش کجا رفت؟ خودش هم رفت همون جایی که دوست داشت. یعنی چی؟ کجا گذاشت رفت؟ نمیدونم عزیز، منم باید برم. تو کجا میری؟ منم باید برم همون چی که دوست دارم. یه نفر منتظر بود. تو هم عزیز بهتره پولا رو به صاحبش برگردی. خدا حافظ. چیزی به وقت پرواز نمونده، باید حرکت کنیم. نمیدونم چرا بهروز دیر کرده پدر. پدر بهروز اومد. میدونستم. سلام. سلام. چرا اینقدر دیر کردی؟ کجا بودی؟ بالاخره دلم میخواست که زودتر میومدم و اینکه خود با هم صحبت میکردیم. ما خیلی وقت منتظر تو بودیم. متاسفم. بهروز، پدرم گفته وقتی برگشتیم با هم عروسی میکنیم. درسته بهروز؟ البته که درسته، من که دروغ نمیگم. باور کنین این منتهای آرزوی منه. منتظرم که برگردی
تا چشم به هم بزنی ما برگشتیم. تو منتظر میمونی؟ آره منتظرت میمونی. خب بهروز جان دیگه چیزی به وقت پرواز نمیده، ما باید بریم. همچین که رسیدیم به یه وسیله بهت اطلاع میدیم، تو هم تو این چند وقته خودتو آماده کن. باشه؟ بسلام. خداحافظ پسرم. بریم دختر، بریم عزیزم. خداحافظ بهروز. خداحافظ. سیاد آقای جوانان فاضل معلم خط هستن. خانم ها آقایان، زری خوشگام، دختری که تمام محله به عشقش مبتلایند، دختر آقای وسواس جونه. من از دست این دختره ککل شدم. بر این مژده گر جان فشانم رواد. شما غلط میفرمایید استاد. چی فرمودید؟ اطرافی را خالی کنید اما خیلی آروم. باجه بلرزم، جسارت برا نسبت شما میخواستم بیام. خواستگاری؟ خواستگاری؟ پرویز صیاد در فیلمی از علی حاتمی، خواستگار. چرا از من و شما بیبی کسی نمیاد خواستگاری؟ من میخواستم خواستگاری کنم. از کی؟ از شما؟ اون آقوانم اینا کیه؟ اون بابا باس مونس از سوشی؟ اون وقت این هیکل لاکر در بر زیر خروارها خاطره؟ شما اول باید چاه رو میکندین، بعد مینا رو میدزدیدین. خدا نصیب نکنه صد رحمت به طایفه یزید قربون سرپاش غریبه. زری خوشگام در فیلمی از علی حاتمی، خواستگار، نوزر آزادی. تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن. الهی برید بیرد 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 نگاه کنی خانم چی قسم درست کرده. بهش گفتم گریبان آب بیار بخورم، دوغاب درست کرده، میخواد بیرم مفهوم کنه. رضا کرم رضایی. ما با هم از این دولیا بریم زر اشار تو بگو. عنایت بخشی. خانم دیانا، برای اینکه معرفی بشید یه چیزی نمیگی؟ آدید ماشالله که یه ذر و نیم زبون داری. صادق بهرامی. حواظ آبگوشت گنجش کرد. بیار کردی؟ آبگوشت گنجش؟ من به چند تا گنجش که احتیاج دارم. با مرور در زندگی یک عاشق ساده دل، با تمام شکست‌هایش در طی 20 سال، ثبات عشق و ثبات عقیده‌ای را کشف می‌کنیم که در این روزگار تحولات سریع همچون افسانه جلوه می‌کند. نقش تازه‌ای برای پرویز صیاد، خواستگار. یک فیلم از علی حاتمی. موسیقی متن از اسفندیار منفردزاده، محصول گروه آزاد فیلم. تو طمع آدمی با خشونت و وحشیگری هایش و با لوئق قلبی و عشق هایش در برابر یکدیگر قرار می گیرند. فیلمی به نام رانندگان جهنم. فیلمی همراه با صحنه های جذاب کمدی. چه کار می‌کنی؟ این آجر چی می‌خواد؟ برو پیشگوشی رو بر بیار. چرا برم؟ این پیشگوشی. اینها قابلمه قضا رو چی کار داری؟ رانندگان جهنم، قهرمانی ترین فیلم سال.
فیلمی که هر بیننده ای را تسخیر می کند. رانندگان جهنم، داستانی از زندگی و کار رانندگان و از برخوردها و اختلافات شدید آنان که محل کارشان را به جهنمی واقعی تبدیل می سازد. خدا کن آتیش به دینامیت نرسه و الا کم میره هوا. دینامیت؟ تو جعبه مقفای همون بدل انباره. نرو جلو، نرو! ما از چنگ مردی شیطان صفت که خیال بدنام کردن او را دارد بگریدن. حوثی زود گذر و شیطانی. جدالی سرسختانه برای فرونشاندن شعله های انتقام. نفس را در سینه ها حبس می کند. بیایی! عقلت درست کار میکنه؟ برادر، وقتی عشق از در وارد میشه، عقل از پنجره فرار میکنه. دیوانوار به جان یک دیگر می اندازد و نبردی به وجود می آورند که تا کنون در سینمای فارسی وجود نداشته است. رانندگان جهنم با شرکت فاضلی. خفه میشی یا نه؟ حرفای منو قبول کنی؟ خفه شو راست دروغ گو. رانندگان جهنم، فیلمی پر حرکت، پر ماجرا، پر جنب و جوش. رانندگان جهنم به کارگردانی محمد رضا فاضلی. مترو گلد میر تکاند. نه بابا، به مترو گلدوین مایر چه مربوطه؟ این سعید راد خودمونه که این دفعه در نقش یک مرد لور ظاهر میشه و میخواد یک آدم ناکس رو بندازه تو قفس شیرا که شیرا بخورنش. آقای لور به شهر میرود. آقای لور خیلی صاف صادقه. آقای لور انقدر غیرت، اون به فکر مبارزه با زشتی ها و بدی ها بود. بذار بمیرم، ما تو گلدون گل بمیرم بهتره تو این لجنزار زنده باشم. جای ما تو شهرم، ما زندگی شهری رو دوست دارم. میخوام خانم باشم، ماشین داشته باشم، لباسای قشنگ بپوشم. با یک خیال واهی خوشبختی خودشون رو بل کردن، رفتن به سوی دامها و نیرنگها. آقای لور به این درون در میزنه، به هر دری سر میزنه تا به اسرار پشت پرده پی ببره. نه تو بمیری، میخواد کار کنه. حالا میخواهش یا نه؟ میخواهش؟ ها؟ کالگل کجا بود؟ معلومه که میخوام به چه زحمت پنج تا کالگل افغانی پیدا کردم که اونام آدم کش دل اومدن. آقای لور به شهر میرود. به راستی چه چیز میتوانست دو دوست دیرین را به دشمنان کینه‌توز مبدل سازد که محبت‌های گذشته را فراموش سازند و کمر به قتل یکدیگر بندند؟ این بود آنچه که سرنوشت جز اطاعت از سرنوشت چاره ای نبود. سعید راد موفق در ایفای نقشی مؤثر، حسین ملا قاسمی چهره ای به یاد ماندنی، به همراه بلندترین مرد آسیا محمود لطفی. دیگه نیست، برای شوهر خوب پیدا شده، پنده با اسم و رسم، با خانه و زمین. این زندگی نیست. نه نیست، مردنه. در نهادش چه بود که عده‌ای خصم جانش بودند و برای نابود کردنش از هیچ کاری حراس نداشتند. تنها رفیقش به یاریش شد، اما او نیز گرفتار مردانی پلید گشت. لکن برای اثبات دوستیش تا سرحد مرگ کوشید. مرد بلند آسیا هر وقت تصمیم بگیره کسی رو تنبیه کنه، کمترین کارش اینه که درست مثل ساندویچ اونو از وسط به دونیم بیانه. آقای لور به شهر می رود. محصول تهران فیلم، مدیر فیلم برداری. اکنون زمان درخشش استعدادهای جدید است. شرح رویدادهای زندگی، هیجانات عشق، التهابات حادثه و سرنوشت و تقدیر در ساخته کارگردان جوان و نوخاسته کامران قدکچیان بدیع و تازه جلوه می کنند. ربایندگان جوائز سپاس به عنوان بهترین بازیگر زن و مرد سال، فروزان و بهمن مفید در یکی از بهترین نقش های سینمایی خود در فیلم ساحره. این زادی خواب با وقتی که جوونه، قدر زندگیش رو هیچ نمیدونه. وقتی همه آبا از آسیا بودد، اما به خیالش فروزان ساحره. وقتی دلی میر شد، دلگیر و زمین گیر
خره، دختر خوش آواز و زیبا و جوینده عشق و لذت. ساهر نوکر هم ساهره، بذار سبک سنگین کنم. نه میری الهی، مردان ماجراجو و خواهان عشق را به سوی خود میخواند. با افسون نگاه، با گرمی کلام و جاذبه زنانه، آنها را مسحور و مفتون خویش میگرد. من یه زن تنها هستم، هیچ کسو ندارم. خیالت راحت باشه خوشگل. دیشب همش به فکر تو بودم. منم دیشب به شما فکر کردم. اگه تو با من باشی دیگه هیچ نگرانی ندارم. نوکرتم. چیزی میخوای؟ آره. چی؟ تو رو هاشم. لذت هماغوشی و عشق او خاطر انگیز بود و آواز او حتی در دور افتاده ترین مکانها یادآور آن خاطره های شورانگیز، خاطره معشوق فتان و افسونگر ساحره. مردانی که دل در گرو عشق ساحره داشتند، هیچ چیز دردناکتر از فکر جدایی و هیچ چیز وحشتناکتر از وجود یک رقیب نبود. گرچه رقابت در عشق شیرین‌ترین رقابت هاست و ترس از رقیب هیجان و التهاب عشق را افزون می کند، ولی برای این مرد رقابت چیزی نبود جز جهنم آرزوها، جهنمی که در آن ممکن بود همه چیز نابود و خاکستر شود. منظورم اون تن تشنه به مردتی که مثل لنگ هموم اون آرق تن صد تا قریبه رو میده. بسته دیگه. ساحره، قصه نامکرر عشق. ساحره، شرح رنج های این مرد. ساحره، شاه نقشی دیگر برای فروزان، ستاره دلفریب، خوبروی خوبرویان. ساحره. ساحره، یک داستان گرم کننده، آویخته ای از عشق و فداکاری و شوخی و طنز، با هنرنمایی هنرمندانی چون بهمن مفید، پیمان، رنزانی فر، فرنگیس فروهر، لیلا بهاران و تجدد.